مند و دانشپژوه من جناب بهرام مشیری روی خط تلفن هستند. به ایشون سلام بکنم و گفتگو رو با هم آغاز بکنیم. گفتگوی مقدماتی است درباره اون که از هفته آینده ما چه خواهیم کرد. جناب مشیری سلام. درود بر تو برامرجان. حال شما چطوره؟ خوبی عزیزم. من خیلی خوبم. خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. نمیدونم این چند دقیقه قبل برنامه رو شما دیدین یا در جایی که بودید امکان نداشت. اعلام کردم که امکان نداشت عزیزم. نداشت. حالا به طور اختصار عرض میکنم خدمتون که خدمت بینندگان عرض کردم که این شانس و افتخار رو دارم که در چند هفته آینده پنجشنبه شبها در خدمتون خواهم بود و برنامه تحت نام آخوند و آخوندیسم، ریشه ها، چگونگی پیدایش، سیر تحول و تطورش و جایگاهش در ایران امروز و پیشبینیش برای آینده ایران رو در خدمت شما خواهیم داشت و به بینندگان عزیز وعده دادم که علی‌رغم این که امشب قرار نبود شروع بکنیم، شما پذیرفتید که از طریق خط تلفن با هم در مورد رؤوس این برنامه، این که چه خواهیم کرد و چرا این کار رو خواهیم کرد، کار از چه سیری رو طی خواهد کرد، با جناب عالی صحبتی داشته باشم و شما به ما آگاهی هایی در این زمینه بدهید. آقای فرزند ما روی خط هستیم، یعنی روی هریم. بله روی آنتنیم. بله اجازه بدین خدمت هموطنان گرامی من یک درودی بفرستم و سلام کنم و شب بخیر بگم و روز بخیر بگم و از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت کردید از من که خدمتتون باشم. بله همونطور که گپی زدیم در واقع این یک برنامه خواهد بود که چگونگی پیدایش در واقع متکلمین در تاریخ اسلام و سیر تحولی این جریانات در ایران، چگونگی پیدایش تشیع و روزگار صفوی و در واقع روزگار قاجار و بعد سلطنت ناصرالدین شاه که یک نقطه عطفی بود است برای سیاسی شدن ملایان تا میرسیم به روزگار عرض کنم که مشروطه و بعد از آن، اینها یک مباحث تاریخی بسیار بسیار مهمی است. من میخوام خدمت شما عرض کنم که وقتی که این در واقع انقلاب اتفاق افتاد و این واقعی شوم قدرت گرفتن ملایان، بسیاری از هموطنان ما دور از جان شما به هموطنان مانند انسانی که خدا نکرده دچار بیماری خیلی مهلکی میشه، مدتی رو در حالت نفی و انکار به سر میبره، یعنی باور نمیکنه. هنوز هم هستن هموطنانی که به حق اون حالت نفی و انکار و این دینایال به قول این فرنگی زبان ها در ذهنیت این هست که چگونه میسر است که یک صنف ملای بی سواد روزخان که در واقع هیچ فضیلتی اینها در تاریخ نداشتن و هیچ گونه فایده‌ای برای بشریت در واقع نداشتن و ناگهان بر تخت پادشاهی ایران تکیه زدن و در واقع قدرت مطلق در ایران شدن و این استبداد سیاه را گسترانیدن و چنگ انداختن بر جان و مال و حیثیت یک ملت تاریخی و در واقع از هیچ گونه جنایت و فسادی که ما در کتاب ها خوانده ایم و شنیده ایم رویگردان نبودن و کار رو به جای رساندن آقای فروزنده که ما برای در واقع تشریح و تبیین این روحیات و شیوه حکومتی ملایان یک زبان جدید اختراع کنیم. این لغات و مصطلحاتی که فرض کنید سیاستمداران فاسد رو توضیح میدهد کافی و وافی نیستند. ما نیازمند یک زبان واقعا جدید هستیم تا بتوانیم اینها رو تشریح کنیم که اینها چه کردن و چه مایه خشونت و درندگی و فساد از خود نشون دادن و این استبدادی که بی سابقه است، یعنی یک چنین وضعیتی که
که یک حکومتی چنین ساختاری مافیایی تشکیل بدهد و با ثروت ملت گروه های مختلف موازی هم برای سرکوب ملت اینها در قرن 21 بسازند و گروه های متنوع اطلاعاتی جاسوسی موازی با هم اینها بسازند که ملت رو از هر گونه آزادی اینها محروم بکنند و این چاره کار به گمان مخلص عرض کنم که در واقع دانش هست، اطلاعات هست، شناخت هست. اینا مردم ها رو فریفتن، یعنی وقتی که یک مردی آمد با اون هیبت و هیئت و اون سن و اون عبا و اون عمامه و اون ردا و اون نعلین و اون عرض کنم هیبتی که میدانید، مردم در این چهره یک نجات بخش دیدن، چهره پدرانه یک نجات بخش که سخن نمی گفت مگر به دروغ و همه اون چیزهایی که در واقع در ملت ما آرزوی اون رو داشته است در این 150 سال گذشته، او می دانست و می گفت. از آزادی سخن می گفت، از در واقع مساوات سخن می گفت، از آزادی روزنامه ها سخن می گفت، از مدرن بودن تعلیمات اسلام سخن می گفت، از برابر بودن در واقع اقلیت ها با اون کافه مردم ایران سخن می گفت و همه این مطالب دروغ بود و در پس ذهن این مرد دروغ زن و جنایتکار در واقع اندیشه های هولناک حکومت ملایی در اونجا را شکل می گرفت. البته اینا هرگز فکر نمی کردن که به اینجا برسن، اما متاسفانه نابسامان بودن وضعیت سیاسی مملکت، نبودن بنیانهای سیاسی و بنیادهای سیاسی و تشکیلات حزبی، اینها شرایط رو به گونه‌ای به وجود آورده بود که بنده میتوانم به جرأت عرض کنم هیچ کس از این کسانی که در واقع کشورها رو گرفتن به این سهولتی که این پیرمرد توانست ایران رو مسخر بکند، به این سهولت هیچ کس نتوانسته کشوری رو بگیره. و بعد که مطمئن شد از این داستان، طوری قضیه برو در واقع به قول چیز مشتبه شد که اساسا ایران رو به چیزی نمی گرفت. وقتی که سخن از ملیت می کردن یا سخن از ملت ایران، این حرفا رو نفی می کرد، می گفت ایران یعنی چه، این مطالب در اسلام معنی ندارد، یعنی حتی جهان رو میخواست مسخر بکند، جهانگیری بکند و این انقلاب اسلامی رو صادر بکند. باری اینها یک صنفی از اصناف جامعه هستند. در روزگار قدیم اصناف بودن، در واقع ارباب حرفه ها، مثل صنف نجاران، صنف نمیدونم پنبه زنان، صنف حلبی سازان، عرض کنم که دولتیان، این صنف ملایان هم بودند که در واقع برای همین نگه داشته سنن دینی از اینها استفاده می شد که شما می دانید. اما این تصور که یک روزی برسد که یک آدمی مثل خمینی یا این آقای خامنه‌ای قدرت مطلق مملکت ما بشود و اجازه نفس کشیدن به مردم ندهد، مطلقا و ابدا از ذهن هیچ تحلیلگر سیاسی یا هیچ روشنفکری نمیگذشت. متاسفانه این اتفاق افتاده است. این است که ما هر کاری بخوایم انجام بدهیم بایستی اول بشناسیم این ملایون رو به لحاظ روحی روانی و به لحاظ در واقع عملکردهای تاریخی از طریق کتابها و نوشتهای خودشان، اینها رو به بچه‌های ایران بایستی معرفی بکنیم و بگوییم که اینا که بودن و چه می کردن و داره چه ذهنتی بودن، به خصوص این روحانیت شیعه که به خدا سوگند و به راستی سوگند که هیچ آخوند شیعه یک راست در عمرش نگفته، هر چه گفتن اینها دروغ بوده. من کتاب های اینها رو به دقت خوندم، از همون قدیمترین تا جدیدترین، هر چه گفتن اینها جعل و تزویر و دروغ بوده و اساسا زبان اینها به گفتن دروغ عادت کرده، هیچ حقیقتی در گفتار اینها
نبوده از روزگار قدیم و اینها همواره میدانید که عرض کنم که اینها معتقد بر این بودند که حکومت جهان از برای امام زمان بوده است، اولاد علی، و در غیاب امام زمان حق ماست و همه شاهان جهان و همه حاکمان گیتی اینها حکومت به قصف هست گرفتن و این حق ماست، ما باید بگیریم و نگه داریم تا زمانی که حضرت ظهور بکنند. این وضعیت غیر قابل تحمل هست و وضعیت ایران امروز واقعا با اسباب شرمندگی است. ایران منفورترین کشور جهان شناخته شده و به لحاظ در واقع فقر و بیچارگی اینها شنیدم دوم بوده است. یعنی در هیچ زمینه این حکومت سیاه نتوانسته است برای ملت ما کاری انجام بدهد و طوری هم عمل میکند که پنداری از مردم ما طلبکار هم هستند. این است که ما دوچار یک مشکل بسیار 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 عظیم هستیم. آقای فروزنده گرامی، اینها یک داستانهایی است که با تحلیل‌های روزمره و گفتن اخبار و افشاگری و اینها کار به جای نخواهد رسید و چاره کار در واقع ادوکیت کردن بچه‌های داخل مملکت هست. کسانی که وقت و حوصله نگاه کردن به این کتاب‌ها اینها رو ندارن یا اساساً زبان اینها رو نمی‌فهمند و اینها فکر میکنم برنامه‌های مفیدی خواهد بود. من امیدوارم که جناب مشیری در این دوره‌ای که من اعلام کردم، من فکر میکنم مورد تایید جناب عالی هم هست، همه دوستانی که میخوان میتونن این برنامه‌ها رو که با حضور شما هست پنجشنبه آینده آغاز میشه و مدتش یک بار دیگه عرض میکنم چون مهم هست برامون که صحبت‌های آقای مشیری رو بشنویم و احتمالاً پرسش‌های شما بینندگان عزیز رو هم در پایان برنامه داشته باشیم. استدای من از تلویزیون این بوده و این موافقت شده که این برنامه به جای یک ساعت یک ساعت و نیم باشه و فعلا تنها برنامه همصدایی است که پنجشنبه شب‌ها ساعت 6:30 بعد از ظهر پخشش آغاز میشه که همونطور که عرض کردم تا 8 شب ادامه پیدا میکنه، یعنی معادل 6 تا 7:30 ببخشید 6 تا از صبح ها از ساعت 7:30 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس بازپخشش هست که پخش ایران 6 تا 7:30 صبح هست و بازپخش این برنامه ساعت 7:30 صبح ایران، 7:30 صبح لس آنجلس می شود 7 شب ایران، یعنی جمعه شب ها بین ساعت 7 تا 8:30 شب در بهترین وقت روز جمعه بازپخش میشه. همه صاحبان سایت ها، برنامه های تلویزیونی، اینترنتی یا غیر اینترنتی که مایل باشند این برنامه ها رو، این سری برنامه رو، یعنی برنامه هایی که در خدمت آقای مشیری دارم تحت عنوان آخوند و آخوندیسم چون جنبه آموزشی و روشنگری داره، این رو میتونند پخشش بکنند و هیچ مانعی از طرف تلویزیون اندیشه برای اونها نیست. من فکر میکنم شما هم با من موافقید آقای مشیری داری مورد. بله اشکالی نیست. بله جناب مشیری، پرسش من اینه، پس ما در این مجموعه برنامه ها به پیدایش آخوندیسم میپردازیم، به سیر تحولش میپردازیم، سیر تطورش رو خواهیم دید، جایگاهش رو در دوران ما قبل معاصر، یعنی دوران به اصطلاح بیش از 100 سال گذشته، در دوران قاجار خواهیم دید، در دوران مشروطیت خواهیم دید، بعد در دوران به اصطلاح دهه 20 تا 57 خواهیم دید و به تحلیل این وضعیت از 57 تا امروز میرسیم و به عبارت دیگه در پایان کار به جایی میرسیم که دستورات زندگی یک آخوند رو که در یک رساله و یک کتاب فقهی هست مطابقت میدیم با شرایط امروز ایران و اون گفته ها رو تحلیل میکنیم در هر زمینه‌ای که آخوندی در اون رابطه صحبت کرده. آیا فکر میکنید شما همین طرح جلو خواهیم رفت؟ بله، تقریبا طرح جامعه بود این چیزی که فرمودید. بله، اگه ما بتونیم این رو بپوشونیم فکر میکنم که حداقل خدمت آموزشی خودمون رو هم به خودمون هم به جامعهمون انجام دادیم. و سعی میکنیم ببینیم که چه خواهیم کرد. آقای فروزنده سپاسگزارم. در طی این جلسات آقای مشیری در زمینه مطالعاتی که همه ما باید بکنیم، کتاب ها و مراجعی هم که باید
اونها رو بهش مراجعه بکنیم حتما کمک و یاری خواهند کرد و من فکر میکنم برنامه‌های پرباری خواهد بود. من شما چون در جلسه مهمانی هستید به شما در همین دقایق خداحافظی میکنم و براتون آرزوی شب خوبی رو میکنم به امید اینکه پنجشنبه آینده رأس ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون باشم. درود بر شما، سپاسگزارم، حتما خدمتتون خواهم بود. ممنونم، شب بخیر. برای بینندگان عزیز، از همین حالا خطا روشن شد. بذارین خطو بگیرم، بعد خیلی مطلب دارم میتونم براتون ذکر بکنم، ولی بیننده رو روی خط نگذارم. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب فروزنده، من خدمتتون عرض سلام میکنم. خیلی متشکرم، مرسی. و تقریبا اجازه بفرمایید من یک نکته رو به شما عرض بکنم که امیدوارم که مد نظر قرار بدید. البته من میدونم شما چه محصولاتی دارید و توقعی من ندارم، ولی من حیث المجموع عقیده است ابراز میکنم. دیگه خود شما میدونید تصمیم بگیرید که چیکار بکنید. به هر صورت میدونید که جناب بهرام مشیری از کسانی هستند که چه در ایران چه در خارج از ایران خیلی 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 شنونده و علاقمند دارن. ساعتی رو که برای اغلب هم سعی میکنیم که خب همون برنامه زنده رو نگاه کنیم، ولی من حیث المجموع ساعتی رو که برای پخش این برنامه، پخش مجدد این برنامه در نظر گرفتیم، مصادف با پخش رادیو اسرائیل. و این ما به هر صورت عادت کردیم از افکار و اون چی که در ایران میگذره از این رسانه اخباری بگیریم، و بعضی مواقع اگه ما اون برنامه شما رو از دست بدیم و بخوایم مجدداً این نگاه بکنیم، ما این شانس رو نداریم که در یک فرصت مناسبی که یا بعد از خیر اون بگذاریم یا بعد از خیر برنامه شما بگذاریم. و برای من واقعا سخت است برنامه شما گذاشتن و نمیدونم چه بکنم. یا احتمالاً برنامه رادیو اسرائیل رو فراموش بکنیم در بازپخشش گوش بکنیم و اونم بازم آیا امکان داشته باشه برامون یا نه. به هر صورت هر کدوم گرفتیم. احتمالاً استدعا میکنم از حضورتون به خاطر توقعی که در این رابطه دارید سعی کنید اگر مقدوره، اگر مقدوره، اگر تشخیص میدید شنوندهای بیشتری این امکانات رو احتیاج دارن، تغییر ساعت بدید. سپاس کنم. مرسی، خیلی متشکرم. البته توجه داشته باشید دوست بسیار عزیز من که برنامه های ما ساعتی بعد از پخش به روی آرشیو تلویزیون میره و شما از طریق اینترنت هر وقت بخواید میتونید برنامه رو ملاحظه بفرمایید. ولی با این ترتیب به هر حال همکاران عزیز من هم در تلویزیون صدای شما رو شنیدند و اگر در این مورد کاری بخواد بشود کرد حتما خواهند کرد. منتها تلویزیون باور کنید که همین نیم ساعت رو هم که به وقت اضافه کردم به دلیل اهمیت فوق‌العاده این بحث بوده و من بیشتر توقع ندارم. اما به هر حال دوستان من صدای شما رو شنیدن و اگر لازم باشه کاری در این مورد خواهند کرد. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای فرزند، سلام عرض میکنم. سلام آقا. گرفتاری مردم ایران یه شکل دیگه شده. اینقدر مردم گرفتاره، این کمک های نقدی و یارانه و نمیدونم قیمت ارز و اینجور چیزا شدن که اصلا متوجه ما نیستیم. یعنی مهمان نکت ارز میکنم، مردم ایران درگیر مشکلات اصلا متوجه هستن. با اطمینان و قاطعیت خدمت شما عرض میکنم این روالی که در ایران متاسفانه در پیش گرفته شده، آقای فرزنده، 25 سال آینده ایران یک کشور کاملا ویران، نه به خاطر جنگ و اینا، خیر، یک ویرانه تبدیل خواهد شد. الان نفت ما میفروشیم، ارزاق وارد میکنیم در اختیار مردم میذاریم. کاش که فقط ارزاق بود. سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان از چین ما چوب بستنی وارد کردیم، نفت دادیم، چوب بستنی وارد کردیم، دست بیل از مالزی وارد کردیم، در حالی که کارخونه ما به خاطر نداشتن مواد اولی دارن میخوابن. درست، حالا این نفت هم که به امید خدا خیلی زود تموم میشه دیگه، یک منبع جبران ناپذیر نیست. کشاورزی اونم در هر دقیقه
هر دره های فروزنده تهران 2 هکتار از جنگل های ما را از بین میبرند. یعنی در هر دقیقه 20,000 متر مربع جنگل های ایران داره از بین میره. این به تدریج ایرانی که نیمه کبیری بود نیمه خوش بود یه سرزمینی کاملا خوش خواهد شد، بدون کشاورزی، بدون نفت، یک ملتی که به قول آقای آیت الله قزوینی به نیابت 14 معصوم افراد باید صاحب 14 فرزند بشن، یک ملت 100 و خورده میلیون 200 میلیونی بدون غذا، بدون آب، بدون آینده. ما مشکلاتمون واقعا از این آقای فرزنده. اگر واقعا به بحر این مسائلی که من عرض کردم ببینیم دنیای وحشتناکی در انتظار ایران و مردم ایرانند، هیچ جایی هم رای ندارن برن. سپاسگزارم از شرکت شما. به هر حال در این زمینه هم آقای فرزنده صحبت بکنید، فکر کنم خیلی لازم باشه. شبتون بخیر. مرسی، خیلی متشکرم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده عزیز. درود بر شما آقای فروزنده. من به شما بسیار احترام میذارم، با هر نوع عقیده و عقیده سیاسی که دارید بسیار محترم هستید و همیشه خوشم میاد که جانب حق و جایی که احساس کنید مهمانتون یا مهمانانتون دارن یک جایی بی‌انصافی میکنن خیلی قشنگ دفاع میکنید. شما وکیل ما هستید، تو را به خدا حواستون آقای فروزنده آقای فروزنده عزیز حواستون باشه که اگر جایی بی عدالتی میشه خواهش میکنم شما اونجا دخالت بفرمایید. سپاسگزارم. حتما با کمال میل. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده. خیلی ممنون از برنامه‌های خوبتون و برنامه‌ای که از هفته آینده روزهای پنجشنبه به وقت لس آنجلس 6:30 بعد از ظهر شروع می‌کنیم با جناب آقای مشیری. من می‌خواستم ازتون خواهش کنم، البته بحثتون بسیار عالی خواهد بود، بسیار روشنگرانه است، ولی دلم می‌خواست از ابتدای اسلام که چطوری اسلام به ایران آمد و چجوری هموطنان ما به این دین رو قبول کردن، من فکر میکنم اگر که صلاح بدونین از اونجا شروع بکنین و بعد بشیه. به هر حال مبدأ دین، ما فقط تاریخ رو باید بدونیم، خوب بدونیم، ولی دیگه قضاوتش با مردمه که آیا این دین رو میخوان نگه دارن. ما احترام دین هم نگه میداریم، ولی تاریخ و اون چیزی که هست برای مردم روشن کنیم، چون خیلی ها نمیدونن که چه اتفاقاتی افتاده. سپاسگزارم اون از وقتی که به من دادین. ممنونم، حالتون بخیر. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز بسیار روی خط هستن، خواهش میکنم روی خط بمونید. حیفه که شما این کلیپ رو نبینید. همه خطایی رو که هستند خواهم گرفت، روی خط بمونید بعد از این کلیپ ببینید که این ملا در مورد عشق ورزی و ابراز محبت چه میفرماید. با هم نگاه میکنیم. انسان اگر مهربون باشه ناز میکشه و اگه مهربون باشه نیاز رو برطرف میکنه. آدم‌های عاطفی برای تأمین نیاز همت می‌کنند. بله. آدم‌های عاطفی تحمل می‌کنند ناز و عشوه رو. این دو تا نکته در خانواده فوق‌العاده اهمیت داره. این جمله کلی داریم، بحث خانواده نیست، به جامعه برمیگرده، به ویژه در خانواده. چقدر این حدیث قشنگه. چقدر این روایت نازه. اذا احببت الرجل فاخبر. اگه کسی رو دوستش داری بهش بگو. بله. فان ذلك اثبت الموده بينكما. ما گاهی توی مرکز مشاوره ما مراجعه میکنه خانومی میگه آی دکتر خون به دلم شد، شوهرم 30 سال یه بار به من نگفت دوست دارم. صداش میذارم، عزیز دلم مشکل چیه که به همسرت نمیتونی بگی؟ حالا زمینی که بررسی میشه مشکلات روحی و روانی رو، یه جمله رو میگه، میگه مگه شک داره دوستش دارم؟ میگه عزیز من بگو دوست دارم. امام صادق فرمود اگر بگی دوست دارم محبت افزوده میشه. یاد یه خاطری افتادم، یه دختر خانومی مراجعه کرده بود، بسیار تمیم بود از نظر پدرش، اهل کارخونه و زندگی خیلی ویژه بود. 7-8 سال پیش میگه 15 میلیون تومان یه جا رفته برای من به تعبیر او جواهر خریده.
بعد میگم به پدرم میگم بابا جون، میگه خب من که برات ماکسیما خریدم. تعبیر این دختر این بود که بابا من ماکسیما میخوام، میخوام ماچم کنید دوستم داشته باشی، ماکسیما نمیخوام. و دقیقا این حدیث پیامبر بوسیدن فرزندان عبادته برای پدر و مادر. بسیار زیبنده است این نکته جناب عالی. و پیغمبر میبوسید فاطمه رو و زمینی که میبوسید ابراز مهربانی میکرد، فدا که ابو که الهی بابات قربونت بره. بله بینندگان عزیز، عده‌ای از شما به تلفن دستی من زنگ میزنید در حین برنامه، بهتره به تلفن استودیو زنگ بزنید اگر مایلید صداتون پخش بشه. 818-301-8000. اجازه فرمایید که چون من در حین اجرای برنامه نمیتونم به تلفن خودم جواب بدم، فقط میتونم تکس های شما رو دریافت بکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. الو. بفرمایید آقا. چرا فرزنده؟ بله قربان، ام بفرمایید. با عرض سلام هم بعدم. خواهش میکنم. جناب فرزنده. بله. ما همیشه صحبتمون اینه که بودیم و بودیم. اون گذشت. هستیم و هستیم و باید در نظر گرفت. خب الان که هستیم. الان هم یه مش آخر. کار باید بکنیم برای آینده. تاریخ و دیگه همه کسایی که دستن در کار هستن و یک مقدار تحصیلات دارن میدونم. در مورد همه مسائل ادیان و مذاهب و مختلف، اما این رو بذاریم کنار، در آینده باید چیکار کنیم؟ این جوونا، خود من، یکی که حسین هستم، چیکار باید بکنیم برای آینده؟ برای آینده صحبت بکنیم لطفا. چجوری تصمیم بگیریم برای آینده؟ متحد بشیم. بله. متشکرم. مرسی. نده زیبای شما بخیر. مرمت شما زیاد. خیلی خوبه که بدونیم چگونه متحد بشیم، ولی داشتن آگاهی، برخورداری از توان فکری بیشتر فکر میکنم اولین راه رهایی است. و لااقل کاری که یک تلویزیون میتونه بکنه در جهت بالا بردن سطح آگاهی همه کسانی که در اون تلویزیون دست در کارند و یا مردم و مخاطبان خودش میتونه قدم برداره. این اولین راهی است که یک تلویزیون میتونه بره. اینکه چجوری کنار هم دیگه بایستیم، وقتی کنار هم ایستادن و دست دادن اون با هم معنی دارتره که آگاهیمون نسبت به همه مسائل اجتماعی و سیاسی که دست به گریبونش هستیم بیشتر باشه. قاعدتاً یک ملت آگاه به یه مش آخوند تن در نمیده. ماها بودیم که آخوند رو نمیشناختیم، مسخره میکردیم، ولی نمیدونستیم چه ماری در آستین جامعهمون در حال پروردنه. از پیشرفت‌ترین نظام آموزشی برخوردار بودن. نظام آموزشی طلبگی در ایران رو شما دست کم نگیرید، ما هم مسخرهشون میکردیم تو دانشگاه‌های معتبر کشورمون، ولی واقعیت این است که خود ما مسخره بودیم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. الو جناب فروزنده، با درود. با درود به شما، بفرمایید. جناب فروزنده، میخواستم دو سه مطلب عنوان کنم خیلی مفید و مختصر. بفرمایید. یکی این که از جناب مشیری میخواستم که در برنامه‌هایی که در آینده دارن یک ضرب المثل ایرانیه که میگه خلایق هرچه لایق. این یکی. بله. یکی نامه ای هست رستم فرخزاد در کتاب شاهنامه فردوسی به برادرش می نویسه، یه شعر هست که شاه شعر فردوسیه، قضا چون ز گردون فرو هشت پر، همه زیرکان کور گردند و کر. اینم این. یکی این که چرا مارکس آخوندها رو از نظر طبقاتی جز لومپن پرولتاریا قلمداد کرده. میتونم باید صحبت کنم؟ بله بفرمایید. مفید و مختصر. سوال بعدی من اینه که یک کتابی یک آقای انگلیسی در زمان ناصرالدین شاه نوشته، چندین سال دربار ایران بوده، این کتاب از نظر روانشناسی توده های ایرانی واقعا ارزش داره، هر کس بخونه. در زمان شاه هم ترجمه شده به نام تاریخ ایران در دوران قاجار.
یعنی ملت ما رو از نظر روانکاوی مثل شرایط امروز ایران چی کرده. و در یک نقطه ایش هم خیلی معذرت میخوام مینویسه ایرانی باعث ننگ بشریته. اینم این سوالم. با درود به شما و انشالله برنامه آقای مشیری پربارتر باشه. و ضمناً اجازه ندین خیلی ها وقت خری میکنن با این صحبت هایی که میکشن به عرض و اینا. ما ملت همیشه همین جور بوده. زمان اون اشرف افغان 20 سال رو گرده ما نشستن، ناصرالدین شاه 50 سال رو گرده ما نشست. خدا نگهدار، موفق باشید. مرسی. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. هلو خانم، بفرمایید. آقای فروزنده. بله خانم، در خدمتتون هستم. بفرمایید. با عرض سلام قربون. من هیچ وقت حال به هیچ جا تلفن نکردم، دست باجه شدم. در داشتم خبر تلویزیون شما رو نگاه میکنم. من واشنگتنم از طرف کامپیوتر میبینم و شما هیچ فکر این طرفی ها نمی کنین با ساعتتون. اگر ساعت برای اون آقایی که خواستن ساعتش عوض کنین، ساعت 6:30 برای ما، تازه اون موقع 9:30 شبه. خواهش میکنم یه ذره به فکر ماهام باشین که خیلی، یعنی من شخصا واقعا هیچی ها نمیخوام از دست بدم. هیچ کاری هم تو دنیا ندارم جز اینکه خبر نگاه کنم. سپاسگزارم خانم، محبت کردین که تلفن زد. ممنونم. خیلی ممنون میشم. این در نظر شرقی هم توجه داشتی. سپاسگزارم خانم از محبت. مرسی. قربونشم. بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام آقای فرزنده، ما جوی طبیع تلویزیون ما مدت ها شما رو گم کردیم، ولی آقای درمانی به حرف بیننده هات رسیدن که یه تیکه جواهر از دست دادی. در حصولت خوشحالم آقای فرزنده که تشریف آوردیم و خیلی ممنون از برنامه های خوبتون. ما یکی از شما یکی از پربیننده ترین برنامه ها رو داریم که میگیم هفته شب بودیم شما رو نگاه کنم. در هر صورت خواستم تشکر کنم. در ضمن بگم مصاحبه‌ای که با آقای عرب کردیم، من تا حالا ندیدم کسی مثلا ممکنه خواننده‌ها رو برم ببینم 500 تا 400، ولی شما 400 نفر اینقدر جالب بود همه اینو دیدن، دستتون از اون برنامه درد نکنه. خیلی ممنون، تشکر. ممنونم خانم، مرسی. بفرمایید. خواهش می‌کنم. الو. بفرمایید. جناب فروزنده درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. شبتون در عصرتون در کالیفرنیا بخیر. من در فلوریدا مزاحمتون میشم و درود فراوان به استاد مشیری عزیز دارم. جناب فروزنده، بنده یه عرض مختصری خدمت شما داشتم برای برنامه‌ای که در پیش دارید و استفاده از وجود استاد مشیری. جناب مشیری واقعا شخصیت ارزنده ایست که در نشان دادن خرافات و خصوصا خرافات مذهبی و ترفندهای آخوندی استاد هستند و واقعا طیف جوان به آگاهی‌های ایشون نیازمندند. و از این برنامه ای که جناب عالی خواهید گذاشت بسیار برنامه پرباری خواهد بود و آینده اون برای من سال خورده کاملا مشخصه. ولی بنده اینجا یک پیشنهادی دارم، البته این دستور نیست، ولی یک پیشنهاده. استدعا میکنم جناب مشیری و شخص جناب عالی، همونطور که اون خانم اشاره فرمودن، عدالت رعایت بشه، مسائل خانواده پهلوی پیش نیاد. من از حضور چون تیپ‌های مختلفی این تلویزیون رو اندیشه رو نگاه میکنن، باعث آزردگی خاطر سایری نشه و مسیر برنامه همون عدالتی باشه که جناب عالی همیشه مد نظر داشتید. مزاحمتون نمیشم و آرزوی موفقیت برای شما دارم. متشکرم، مرسی. موضوع برنامه آخوند و آخوندیسم در ایران قاعدتاً یک گوشهش یک بررسی تاریخی است و در این بررسی تاریخی حتما جانب عدالت هم رعایت خواهد شد و
آقای مشیری خودشون هم به این نکته کاملا توجه دارند که رعایت انصاف در این برخورد بسیار بسیار مهم هست. ولی به هر حال چه دوستداران خانواده پهلوی چه مخالفان خانواده پهلوی، من فقط یک حرف دارم بزنم، اون است که ما باید آماده باشیم تحمل خودمون رو بالا ببریم و حرفا رو بشنویم. این برنامه تاریخ ایران نیست که با آقای مشیری تحلیل بشه، تاریخ آخوندیزمه. پیدایش آخوندیزم، تحول و تطور آخوندیزم، آخوندیزم در ایران امروز و آینده آخوندیزم در ایرانه. یه جاهایش با تاریخ برخورد میکنه ولی یه جاهایش هست که کاملا به این پدیده میپردازیم و در بسیاری از قسمتاش و واقعا این خود تاریخه، تاریخ آخوندیه، یعنی آخوندیزم رو میخواییم باز کنیم. اینکه ملا محمد باقر مجلسی کی بود، چی گفت، اینکه حلیت المتقین چی چیه، اینکه شیخ کلینی کی بود و این همه خبر و حدیث تا چقدر معتبره، معتبر نیست، بعد اینا رو بازش کنیم ببینیم که در این محتوایی که اینها دارن با جهان امروز ما اصلا تا چقدر قابل تطبیقه. خب ببینید، بذارید من قبل از که با دوستان عزیز روی خط باشید، این صحبت این بیننده منو وادار کرد این مطالبی که عرض میکنم از توزیع المسائل پاسخ به پرسش های هزار سال است، از کلینی تا خمینی، زنده یاد محقق ارجمند و امین ایرانی آقای شجاع الدین شفا. من چند تا از اینا رو میخونم، بینندگان عزیز روی خط باشید، من خطها رو میگیرم ولی چون این بیننده منو واقعا وادار کردن این چند نکته رو برای شما بخوانم. خب این اصلا با دنیای امروز وفق نمیده این حرفا. در جهنم نگریستم و دیدم که بیشتر مردم آن زنانند، کمترین ساکنان بهشت زنانند، اگر زن نبود مرد به بهشت میرفت، اگر زنان نبودند خدا چنان که شایسته پرستش اوست پرستیده میشد. زن به صورت شیطان میآید و به صورت شیطان میرود. زنان دامهای شیطانند، محکمترین سلاح شیطان زنانند، از هیچ فتنه‌ای که خطرناکتر از زن و شراب باشد بر امت خود بیم ندارم. پس از من برای مردان فتنه زیان انگیزتر از زنان نخواهد بود. از زنان بد به خدا پناه ببرید و از نیکانشان بپرهیزید. از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید، زیرا شیطان در کمین است و هیچ یک از دامهای او برای صید پرهیزکاران مانند زنان مورد اعتماد نیست. از خطرناکترین دشمن تو، خوب توجه کنید چقدر به تحکیم خانواده پرداخته شده. آقا این به خدا ارتباط نداره، این به یه آخوند مخبتی ارتباط داره. ببینید چی میگه، خطرناکترین دشمن تو همسر توست که همخوابه تو و مایملک توست. زن دو پرده دارد، قبر و زناشویی. اگر به کسی دستور میدادم کسی دیگری را سجده کند، به زنان دستور میدادم که شوهران خیش را سجده کنند، از بس که خداوند برای شوهران حق به گردن زنان گذاشته است. اگر زنی خود را معطر کند و بر مردمی بگذرد که بوی عطرش را بشنوند، آن زن زناکار است. زنان را بی لباس بگذارید تا در خانه بمانند. این طرز تفکر، این طرز تلقی، آقا اینو باید باز کرد. اون وقت این آخوندای اصلا ببینید چی میگه. میبخشید شما روی خطید، میخوام حرفای شما رو بشنوم ولی نمیشه، بحث میرسه به جایی که آدم یه جایش دردش میاد. نگاه کنید آخوند قرائتیه، نگاه کنید چجوری اسلامو به عنوان حق امام و خمس و زکات داره میچرخونه. از این شارلاتانیزم اصلا بیشتر امکان داره. به این مرد نگاه کنید، بعد تلفن های شما رو جواب میدم. بفرمایید. خواهش میکنم. افرادی که ایمان دارن کافیه میگیم نه، از اصحاب پیغمبر هستن، صحابی هستن،
هم ایمان داره پیغمبر، هم یار پیغمبره، مجاهد هم هستن، رفته بدر پیروز شده. شد؟ اهل نماز هم هست، نماز، روزه، حج، همه کارا رو میکنه. قرآن میگه ایمان تو، صحابی بودن تو، جبهه تو، رماز روزه تو، حج و زکات تو، هیچ کدوم دلیل بر ایمان نی. میگه شما وعلمو انما غنمتم، ای کسانی که ایمان دارید و اصحاب پیغمبر هستید و رفتید بعد جنگ بعد مجاهد و رزمنده هستید، پیروز شدید، حالا که غنیمت گرفتید، این کنتم آمنتم، اگر ایمان دارید باید خمس بدید. یعنی چه؟ یعنی ممکنه انسان همه کمالات رو داشته باشه، به پول که رسید خمس نده. خدا این آیه مال خیلی مهمه، خیلی آیه مهمه. یه خود آقایون و خواهرای که پاتلوزستان دقت کنید، آیه خمس مال اصحاب پیغمبره. یعنی تو اصحاب پیغمبرم هستی، شجاع هم هستی، جبه هم رفته، رزمنده هم شده، پیروز هم شده. تا خمس به ندی معلوم نشه تو دین داری، دین شما سر پول دادن معلوم میشه. این کنتم آمنتم و خدا به اصحاب پیغمبر میگه. دقایق کوتاهی وقت دارم تا بایان برنامه، اجازه فرمایید که خطای تلفن رو بگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. جناب فرصته. بفرمایید، خواهش میکنم. من به شما یک عذرخواهی دارم که بکنم دیشب. بفرمایید، خواهش میکنم. من از دیشب یه عذرخواهی به شما بدهکارم. شما هیچ بدهکاری به من ندارم. شاید زیاد خوشایند نبود برای حضور ما، شاید من به خاطر داشته باشید دیشب در برنامه قبلتون، ولی امشب خواستم به ضمن عذرخواهی بهتون تبریک بگم. در جامعه ایران راهی جز این نیست برای روشنگری. تنها روشنگریه که میتونه این جامعه از این سقوط و شکستگی سیاسی اجتماعی نجات بده. ما در طول 35 سال قریب مردم مسلمان زده، پدرزاد مسلمانی که هیچ گونه اطلاعی از اسلام ندارن، فقط به صرف این که خانوادهش مسلمان بوده و اونها هم باید از مسلمانی حمایت بکنن و چون منافع شخصیشون مطرحه، چون بیش از خواهرانشون ارث میبرن و منافع اصلیشون در قوانین عقب مانده اسلام هست، ما از مردان مسلمان زاده ایران صحبت میکنم، به طور ضمنی بر زمانی که در مسائل اسلام بحث میشه اینها همیشه میگن آقا به مذهب اهانت نکنید. اینها بحث اصلیشونه که به منافع ما، اگر ما بخوایم قدرت تامه در خانواده باشیم، زنمون در کنترل ما باشه، منافعمون بیش از خواهرمون باشه در خانه و اصل بی‌عدالتی را ما حاکمیت میکنیم. این اصل واقعیت در جامعه ایران بوده، بنده شغلم در ایران همین بوده و این واقعیت بی‌عدالتی را در ایران شاهدش بودم که از طریق حقوق اسلامی بر ایران حاکمیت داشته. معذی که از جنابالی از آقای بهرام مشیری دعوت میکنید برنامه، ما برای نابودی این رژیم آدم خوار و آدم کش و جانی جز روشنگری راهی نداریم که جامعه را آگاهی بدیم و این طاعون که در ایران در طول هزار و چند بعد جامعه ایران حاکمیت کرده نابود کنیم. فقط ما باید دومین نمونه در مثل اسپانیا بشیم. ما باید در مقابل دین آدم خار و آدم فروش و آدم کش و خونخار بیستیم و تنها راه جدایی از آدم سازی، از دکتر کردن و مهندس کردن، باید بیایم کنار، واقع بینانه به مسائل نگاه کنیم. با دکتر و مهندس به اندازه کافی در ایران داریم، ولی متاسفانه آدم های واقع بین و آدم های روشنگر در ایران نداریم. ما نیاز به مشیری ها در ایران داریم، ما نیاز به اندازه کافی آقای دکتر و مهندس و مهندس داده داریم. بیاییم آدم بشیم و فکر به واقعیت زندگی میکنیم. درود بر شما و من همواره با پشت چند سال شما خواهم ایستاد و به عنوان یک ایرانی که در کالیفرنیا زندگی میکنم در هر جایی که شما بگید من اونجا هستم. درود بر شما. متشکرم، مرسی. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما، خوب هستید؟ من خوبم.
از کم خدمت شما که ما همه ایرانیایی هستیم که واقعا ایرانمون رو مفت باختیم و تو این 35 ساله ایتون رو بررسی نکردیم که ما چرا ایرانمون رو مفت باختیم. و من فکر میکنم که کسانی که زنگ میزنن به شما و از شما تقاضا میکنن که خیلی مواظب باشید، خیلی راجب پهلوی ها اینطوری حرف نزنید، اونطوری حرف بزنید، یعنی به طور جدی بعد از 35 سال زندگی کردن در کشورهای دموکراسی بیایم درست مثل همون، یعنی واقعا دلیل اصلی که ایران به این بیراهه وحشتناک خیلی غمگین رفته فقط این بوده که هیچ صحبتی نشده، نه راجب مذهب اسلام دیبیتیش صحبتی شده که مسلمان ها مقدم بدونن که اصلا اسلام چی هست، هیچ نوع آشنایی نداشتیم. من یادمه که شاه میرفت مسجد سپهسالار و خیلی احترام و حرمت آخوندار همه داشتن، یه کشور مذهبی زده بدونه که اصلا شناختی راجب مذهب ما بدبخت های بیچاره های ایرانی داشته باشیم. و تو این 35 ساله یک نعمتی که شده اینه که یکی اینکه ما ایران شناختیم، یکی هم اینکه واقعا اگر که ما از این فرصت استفاده نکنیم با این هزینه خیلی سنگینی که ملت ایران داره مفت باختیم. برای اینکه هزینه این 35 سال برای مردم ما منافع بشه، یکی اینکه اسلام اونطوری که واقعا بوده با شمشیر اومده با این همه جنایت و این همه خنایت، این همه اینکه ما اصلا نمیدونستیم چی به چی هست میخواد داریم کم کم به همت، واقعا درود بر آقای مشیری، درود بر آقای شفا دکتر، یعنی کسانی که واقعا قدمی برداشتن برای روشنگری و الان دوای درد ملت ما روشنگری هست، یعنی روشنگری ملت ما رو از تاریکی در میاره. و این چراغایی که دست این عزیزان هست هر کدومشون نورشون برای نسل‌های بعد و بعد خواهد بود. در مورد پهلوی ها اون چی که مسلمه خدمت کردن به ایران ولی قانون مشروطه ما رو اجرا نکردن. اگر که قانون اساسی مشروطه اجرا میشد واقعا آثارش این بود که ما ایرانی ها میتونستیم یک کشوری داشته باشیم با این همه هوش و استعدادی که داریم. شما وقتی که تو خانم اجازه بفرمایید که این بحث اصلا چون به برنامه امشب مربوط نیست، من فقط بحثم این هست که واقعا سانسور و این که به شما بگن که آقای فروزنده راجب این مسئله مواظب باش، این سانسور کردن ما همدیگر رو سانسور کردن. اجازه فرمایید، کسی واقعا تو این برنامه به من نگفت، به من گفتن که عادل باش و انصاف رو رعایت کن. من اینو نفهمیدم که سانسور رو میخوان حاکم کنن، چون به هر حال فرض کن بیننده هم نظرش این باشه، برنامه ساز سالهاست این کار کرده، امتحانش رو پس داده، همه نقطه های مثبت کار و ضعفش رو میشناسن. اجازه بدید که فروزنده خواهش میکنم در این رسانه یه مقداری دموکراسی رو به مردم یاد بدید. به شما زنگ زدن و وقتی که منظورشون بود که عدالت رو، برای اینکه آقای مشیری حقیقت رو میگه، آقای مشیری حقیقت رو میگه. خانم محترم، با همه احترامی که برای شما دارم، بحث به جایی میره که من نیازی به بحث در موردش ندارم. آخه ببینید صدای شما رو قطع نمی کنم چون میدونید حرف به برنامه ارتباط نداره، بنابراین چرا ارتباط داره وقتی که بشه خانم این تشخیص منه، در جایی که اجازه بدین در جایی که من برنامه پیش بره باید تشخیص بدم و عمل بکنم، چه به هم بیننده ای بگوید چه نگوید. فرقی برام نمیدونه سرکار کنم خدمت شما زنگ میزنم این هستش که یک مقداری برنامه هایی بذارید که دموکراسی رو تمام ماها یاد بگیریم. اگر که اسلام خانم من اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید خانم، در یه حدی یه امکانی داریم، در اون حد داریم به کارایی رو میکنیم، همه اینا رو که کنار هم بذارید، کارهایی که من در این تلویزیون میکنم سایر برنامه‌سازان این تلویزیون میکنن، تلویزیون پارس میکنن، تلویزیون حتی من و تو میکنن، تلویزیون آقای شهرام همایون میکنن، تمام اینها به نحوی در پی آموزش دموکراسی است. بنابراین هیچ وقت هم دموکراسی رو در یه برنامه خاص نمیشه یاد داد، این طرز تفکر درست نیست. دموکراسی هزار روی مختلف داره و هزار جنبه مختلف داره. خوشحال میشدم با شما بیشتر صحبت کنم ولی به پایان وقت رسیدم. خیلی سپاسگزارم. به هر حال اینکه واقعا باز کنیم که من به شما نگم که راجع به چی صحبت بکنید، عدالت رو به این شکل و ما میدونیم که منظور چی هست. شما خواهش میکنم که به من بگید درباره چی صحبت کنم، من هم فرمایش شما رو میشنوم ولی گوش نمیکنم، کار خودم میکنم. سپاسگزارم خانم، ممنونم از همه شما که در این برنامه شرکت کردید و اظهار نظر فرمودید، ممنونم.
همه خطای تلویزیون اشغال هست، ولی من وقت دیگری ندارم برای صحبت کردن. پنجشنبه شبها هم صدایی از ساعت 6:30 تا 8 شب پخش خواهد شد. هر جا هستید به اتفاق دوستانم بهروز و پیمان برای شما آرزو میکنم که لبهاتون پر لبخند باشه، دلهاتون شاد و روزگار به کام باشه.